خدمت همه دوستان، امیدوارم حال همگی خوب باشه. یک شنبه است و من میخوام وضعیت بازار طلا، نفت، شاخص دلار، بیت کوین رو برای هفته پیش رو آنالیز بکنم و ببینیم که این بازارها جهتگیریاشون به چه صورته و ممکنه در هفته آینده چه کار بکنن، پس ما چه برنامه‌ریزی میتونیم داشته باشیم. الان داریم با هم دیگه چارت طلا رو میبینیم، ولی قبلش بهتره با شاخص دلار شروع بکنیم. شاخص دلار رو یه لحظه با هم دیگه ببینیم. تایم فریم دیلیش هستیم. خب اگه این کانال قبلی رو داشته باشیم، همونجوری که میبینید کانال رو روز جمعه رد کرده به سمت بالا. خب یه سر با هم دیگه اگه بریم ده ویکلی بخوایم نگاه کنیم، ببینید تونسته خودش رو بالای مووینگ 200 تثبیت بکنه. اندیکاتورهای ما سودی هستن. فعلا این لبه بالای کانال رو قطع کرده. حالا دو تا سناریو داریم در واقعیت. تو جایی که هستیم چون داره وارد ناحیه صد میشه، یک زون خیلی سنگینی ما باش دوچار هستیم. ببینید این زون رو دارم عرض میکنم تا اینجا. خب دقیقا جایی که توش الان گیر کردیم. ببینید قبلا هم تو این ناحیه چقدر درگیری زیاد بوده. خب پس توی زون خیلی سختی هستیم. اگه فردا موفق بشه این زون رو رد بکنه، به احتمال خیلی زیاد هفته آینده توی کانال 100 بازی خواهد کرد و ممکنه حتی به زمان اوجش، یعنی عدد 104 105 زمانی که آقای ترامپ بود، به اون منطقه ها برسه. خب زمانی که آمریکا از نظر اقتصادی وضعیت خیلی بهتری داشت. چیزی که هست الان جنگ اوکراین باعث شده که طلا و خود دلار به عنوان دارایی امن به حساب بیان. به خاطر همینه که برخلاف همیشه که طلا و شاخص دلار خلاف جهت هم دیگه حرکت میکردن، الان توی این روزا شما شاهد این هستین که طلا و شاخص دلار همراستا دارن حرکت میکنن. چارت طلا رو اگه براتون بیارم، تایم فریم ویکلی، اینجا هم میبینید طلا هم آپ ترنده. این پرچمی که میتونستیم از سال 2019 در تایم فریم ویکلی براش بکشیم بریک اوت شده به سمت بالا. خب تارگت اول میتونه تا کجا باشه؟ تا اینجا، آل تایم های. هیچ وقت طلا بالاتر از اونسی 2055 دلار نبوده و میبینین کندل ما خیلی کندل قویه. این اگه حمله بکنه و بخواد اونو بزنه، احتمال داره حتی امسال طلا کانال 2100 رو هم رد بکنه. خب پس ما برای طلا فکر میکنم پیشبینیمون یه پیشبینی سعودی محض باید باشه. اندیکاتورامون در بلند مدت میگم، اندیکاتورامون هم سعودی هست و شما تایم فریم پایین تر تشریف بیاریم، مثل دیلی میبینین کندل جمعه خیلی کندل سنگینیه، خیلی خوب عمل کرده و در واقع اگه بتونه، همه چی به اوپن امروز بستگی داره. اگه اوپن، یعنی میگم اوپن امروز یعنی بامداد دوشنبه، اگه اوپن هفته جاری بالاتر از این سطح باشه، به نظر من این هفته میریم تو کانال 2000، ولی اگه نه احتمال داره بخوایم یه بخشی از مسیر رو برگردیم. توجه داشته باشین کل این مسیر مربوط به جنگ اوکراینه، یعنی هر لحظه ممکنه یه خبر جدیدی از اوکراین و روسیه بیاد و باعث بشه که این افزایش قیمت برگرده. ها خب تو شرایط عادی به سر نمیبریم، میبینیم که وضعیت جنگی هستش. خب پس به این توجه کنین. حالا اگه نخواهیم اخبار جنگ رو در نظر بگیریم، به احتمال خیلی زیاد ممکنه اگه اون بالا باز بشه ما بریم تو کانال 2000. تا این فریم 4 ساعتش هم که ببینیم، میبینیم که نفس گرفته و خیلی تازه نفس داره میاد بالا. چارت بعدی رو که میخواییم با هم دیگه نگاه کنیم، بهتره شاید چارت نفت رو اول نگاه کنیم. نفتی که من براتون آوردم این Light Sweet Crude Oil WTI هستش. خب خیلی هم فرق نمی‌کنه بقیه البته. خیلی خوب، اول تا این فریم دیلیش رو نگاه کنیم. اول این کانال چی هست؟ ببینید این کاناله، کانالی که برمیگردیم به تقریبا نوامبر 2020 توی این کانال قرار گرفته بود. این کانال بریکات شد هفته گذشته، این کانال بریکات شد. خب میبینید با والیوم وحشتناک زیادی هم بریکات شد. اندیکاتورامون خیلی تمایلی به صعودی بیشتر ندارن و توی ویکلی اگه بخوام برم، میبینید که این کندل زیادی خوبه. وقتی زیادی خوبه نه به درد نمیخوره. ببینید این الان طبیعتا از سایت فکر کنم افیکس داره استفاده میکنه،
هیستوری که داره تا جون فکر کنم 2020 داره نشون میده. همین یه تیکر اگه نگاه کنیم، ما هیچ وقت کندر ویکلی این همه ای نداشتیم. خب این زیادی خوبه، پس به احتمال خیلی زیاد این خواهد شکست. خب حواستون به این باشه، نفت به عوامل دیگه هم بستگی داره. مثلا اگه برجام صحبت‌های خوبی ازش در بیاد، به ایران چراغ سبز نشون داده بشه برای ورود نفت ایران به بازار به صورت رسمی، خب قیمت نفت میاد پایین. بعد نفت ایران فکر نکنین که حالا روزی 3 میلیون نفت میخواد، 3 میلیون بشکه نفت میخواد تولید کنه. نه، ایران فکر کنم یه چیزی دور بعد 100 خورده میلیون بشکه فقط نفت رو کشتی هاش داره که نفت فروخته دنبال مشتری میگرده. یهو یه حجم مثلا 100 150 میلیون بشکه نفت میتونه وارد بازار بشه، کمر قیمت نفت میشکنه اون موقع. خب حواسمون پس به اون قضیه هم باشه. اخبار برجام روی قیمت نفت خیلی تاثیر داره، به غیر از قضیه جنگ. تایم فریم 4 ساعته که اگه یه لحظه نگاه کنین، اوضاع احوالمون بیشتر شبیه دابل تاپ میمونه. خب پس اگه بامداد امروز قیمت نفت این بالا باز بشه، ما میتونیم رو سعودی بیشتر فکر کنیم با ریسک خیلی زیاد. اگر هم که نه بخواد به سمت پایین بیاد، احتمالا تا ریشه این ور رو بخواد برگرده، منطقه عدد مثلا 93-94 اون قیمت ها. خب نفت یه حالت دوگانه داره، باید صبر کنیم ببینیم که چه اتفاقی براش میفته. دوستانی که توی حوزه کریپتو فعال‌تر هستن، بریم با هم دیگه چارت بیت کوین رو یه لحظه نگاه کنیم، تایم فریم دیلی. خب این چارت بیت کوین، من یه بار تو هفته گذشته گفتم اگه این پشت ما یه پول بک می‌کردیم، این قدرت رو پیدا می‌کرد که بره بالا. منتها صحبت‌های خانم کلینتون و احتمال اینکه آقای بایدن هفته آینده بخواد سیاست‌گذاری‌های راجب کریپتو رو به صورت رسمی اعلام بکنه، فکر کنم اون باعث شد که یه ترسی به جون بازار بیفته. بازار این ترن لاین رو شکست. من به شخصه واسه این ترن لاین دیگه اعتباری قائل نیستم، چون اینجا مصرف شده. خب پس بهتر این ترن لاین قبلی رو پاک کنیم و اینو نادیده بگیریم. بیایم بگیم که بیت کوین توی این کانال قرار گرفته. به صورت کانال بهش نگاه کنیم، این کانال ما. خب حالا تا حدودی الان همونجوری که می‌بینید 50% کانال رد کرد به سمت پایین، پایین مووینگ اوریج 50 روزه و 21 روزه است. کافیه اندیکاتورمون هم که می‌بینید به سمت پایین رفتن، هیچ. کافیه این کندل 11 ساعت دیگه بسته میشه، کندل دیلی. کافیه از اینجا امشب یه کندل پایین در بیاد که ما بخوایم ریزش بیشتری رو انجام بدیم. بعد می‌بینید صعود قبلی به خاطر این مومنتومی بوده که اتفاق افتاده بود، مربوط به دوشنبه خریدهایی که از روسیه اتفاق افتاده بود. این کندل ما 50% بیشتر این کندل رو رد کردیم، متاسفانه این کندل صعود خواهد کرد. خب پس به احتمال خیلی زیاد ما این هفته میریم زیر این کندل. حواستون به اینم باشه، تو تایم فریم ویکلی فکر کنم اینو خیلی ترسناک تر بتونین ببینین. اینا یه پین بار خیلی خیلی خفن اینجا دارین که میتونه 11 ساعت بعد بسته بشه، یه قرمز این زیر بیاد کارو تموم کرده. چیزی که ازش میترسیم این عدد اتفاق بیفته. خب همیشه گفتم فقط یه طرف بیت کوین نگاه نکنین، بیاین شاخص تتر هم نگاه کنین. خب دامنه تتر رو ببخشید، دامنه تتر میبینین سعودیه. این ترن لاین هم که براش کشیدیم نسوخته هنوز، ترن لاین خیلی عالی هست، رد نشده بودش. شاخص تتر هم به سمت بالا، تتر یکم دیگه بخواد دامنه تتر منظورم دامنه تتر یه مقدار دیگه بخواد بیاد بالا، در واقع بیت کوین با سقوط خیلی بیشتری روبرو خواهد بود. خب ببینید بازار بازار سرمایه گذاری نیست، ولی برای ترید کردن فوق العاده است، چون ما نوسانات خیلی خوبی داریم. این هم شاخص اسپی 500، همونجوری که میبینید اسپی 500 هم شاخصش ریزشیه، ولی اینجا یک کفی درست کرده. پس با خیال خیلی راحت نمیتونیم بگیم که اسپی 500 دوشنبه بعد از ظهر ریزشیه، و همونجوری که می‌بینیم مومنتومی که اینجا اینو به سمت بالا پرت کرده هنوز مصرف نشده برخلاف بیت کوین. پس ممکنه اس پی 500 خودش اینجا بخواد جمع و جور کنه این هفته، یعنی حداقل دوشنبه رو به سمت بالا بخواد حرکت کنه. خب پس در مورد اس پی 500 یکم محتاط‌تر باشیم، و اندیکاتورمون هم اینجا به زیبایی به این واگرایی اشاره می‌کنه، کاملا درسته. فعلا میگم صعود رو نشون میده دیگه، تا ببینیم چی پیش میاد. خب این وضعیت بازارها، حواستون باشه با توی پوزیشن خیلی زیاد نمونین، برای اینکه هر لحظه ممکنه چه از جنگ چه از برجام اخباری در بیاد که پوزیشن شما رو کلا زیر رو بکنه. هر کاری میکنین سعی کنین که پوزیشن های خیلی کوتاه مدت داشته باشین که سریع بتونین
به نتیجه برسونیم و ببندیمش. خیلی خب، امیدوارم هفته پیش رو برای همتون هفته خیلی خوبی باشه، سعی و سلامت باشین، پرسود و با خوشحالی هفته آینده رو به پایان برسونید. وقت همگی خیر باشه.